آگاه هستید در رابطه با فولاد مبارکه در اصفهان چه اختلاس عظیمی شده. از طرفی ما این سرزمین رو در موقعیتی میبینیم که مردم ما زیر فقر دارن زندگی میکنن، اما از طرفی میبینیم که عده‌ای هستن که اینها به عنوان ظالمزاده ها و یا خود ظالمین با اختلاس های بزرگی مملکت رو دارن گویا تجزیه میکنن، دارن از بین میبرن. سپاسگزار میشم در این رابطه هم از شما بشنویم. این قضیه فولاد مبارکه اصفهان چیه؟ ببینید، ایران دارای 6 تا کارخونه فولاد اصلی هست که مهمترینش همون ذوب‌آهن اصفهان و بعد فولاد مبارکه است که بنیاد ذوب‌آهن رو با کمک مهندسین شوروی و تکنولوژی اون رو محمد رضا شاه بزرگ گرفت آوردید. وقتی دید غربی‌ها نمیدن و اذیت میکنن، از شرق کالا رو خرید. این نشون دهنده عمق سیاست خاندان پهلوی بود. با برگاه های خودشون بازی می کردن. اگر غربی ها یک تکنولوژی رو نمی دادن، از شرق یاد. ایران آمد و تبدیل شد به مهمترین دارنده صنایع فولاد در خاورمیانه آسیایی. و این موضوع موضوع بسیار مهمی بود. ما توانستیم فولاد مورد نظر خودمون رو تأمین کنیم. خیلی ها با هویدا می گفتن. اگه شما نگاه کنید، دو کتاب معمای هویدا هم هست. آقا اگه ما بریم فولاد رو وارد کنیم شاید ارزون‌تر به دست بیاد از هند. ولی محمد رضا شاه معتقد بود کالای پایه‌ای مثل فولاد که در همه صنایع از ساختمان سازی تا تسلیحات و کشتی و همه چی کاربرد داره باید در ایران تولید بشه و در جایی که آب مقدارش اندک هست مثل استان اصفهان مرکز ایران صنایع فولاد رو قرار میدیم، که البته صنایع فولاد اصفهان هم متاسفانه سیستمش بعد از 57 عوض شد و الان خودش یکی از مهمترین مصرف کننده آب منطقه شد برای خنک کردن و از این استفاده میکنه. خب دولت ایران 378 شرکت داره که اینا شرکت های بزرگ دولتی هستن، یک قسمتش هم داده به خصوصی، ولی خب در اصل مال دولت هست. تمام اینا دست سپاهه و یا بنیادهای وابسته به رهبری. اینا به مجلس جواب نمیدن، نمیشه داخلش به این راحتی تفحص کرد چون سیستم بسته. در طول 3.5 سال مؤسسه فولاد مبارکه اصفهان عددی به ابعاد 3 میلیارد دلار یه خورده بیشتر گرفت و بذل و بخشش کرد. امروز در خود ایران اعلام شده که 40 عنوان اتهام وجود داره. عزیزان در برخی از موارد برای 3 نفر کت شلوار، اوت کلون و کفش خریدن 250 میلیون تومان. امروز فولاد مبارکه در خود کشور ایران 40 اتهام قضایی رو داره یدک میکشه. چند تا اتهام؟ 40 اتهام قضایی. یعنی خود جمهوری اسلامی هم این اتهام ها رو برایش وارد کرده. ولی خب الان دوستان از خودشون میپرسن چرا جمهوری اسلامی باید به خودش اتهام بزنه؟ کشی رسول به نظر شما چرا جمهوری اسلامی الان باید به خودش اتهام بزنه؟ شاید برای توجیهات، چه بس برای توجیهات دوزیایی که شده خودش هم دستش آلوده است. به خاطر اینکه این کار زمان حسن روحانی اتفاق افتاده. بله. عزیزان درست میگه فولاد مبارکه 3 میلیارد و حدودا 100 میلیون دلار ظرف 3-4 سال از سال 1397 تا بهار 1400 یعنی 3 سال و نیم پول دزدیده. ولی این پولا چجوری دزدیده شده؟ به این سری مؤسسه پول و کالا داده. جالب، یکیش روزنامه کیهان. یکی از اقداماتی که کرده دادن حجم زیادی فولاد، صفحه، ورق، امکانات، نیرو و تجهیزات به وزارت دفاع. ولی پولش رو نداده. یعنی در عمل سپاه، وزارت دفاع میان کالا برمی‌دارن اما پولی رو پرداخت نمی کنن. جرات هم داری حرف بزن. حالا شما حساب کنید 2000 بله. نگاه کنید 2000 میلیارد تومان تراکنش 378 مؤسسات که دست سپاه و رهبره. نه مجلس، نه سازمان بازرسی کل کشور حق تفحص در اونها رو نداره. مثل بانک‌های خصوصی. اون خصوصی هم. فقط کدوم مؤسسه حق تفحص داره؟ بخش بازرسی دفتر آقای خامنه‌ای که دست آقای ناطق نوریه. ناطق نوری که خیلی مریضه، 80 ساله. در عوض دیگران این کارو انجام میدن.
عزیزان یکی از کارهای، فقط یکی از کارها رو میگم بخندید، یکی از کارهایی که سیستم فولاد مبارک اصفهان انجام داده تأسیس یک شرکت خیلی خنده داره، خط هوایی ایلاین. عزیزان بر اساس اساسنامه فولاد مبارکه این شرکت محدودیت هایی داره، یعنی نمیتونه هر کاری انجام بده، نمیتونه بره ایلاین هوایی درست کنه، فرودگاه بسازه یا خطوط کشتیرانی ایجاد کنه. میتواند خطوط اتوبوسرانی ایجاد کنه که در ایران داره. ببینید چقدر از کشور ما میخورد. فقط یک رقم به شما بگم، حجم فولادی که بین سالهای 98 تا 1400، این دو سال، از طریق فولاد مبارکه داده شده به وزارت دفاع، به سپاه و نیروی قدس و وابستگانش، مثلا مثل نیروهای بعد، هشت شعبی، هشت وطنی، فلان اینا، 1.5 میلیارد دلاره. از آن با 1.5 میلیارد دلار می شود کل استان مورد نظری، یعنی استان اصفهان رو، نیازهای مالیش رو برای 5 سال تامین کرد. عزیزان بودجه عمرانی استان اصفهان 150 میلیون دلار نیست. بودجه عمرانی یعنی بودجه که مثلا پل بخوام بسازن، نمیدونم اتوبان بخوام، نه بودجه درمانی، بودجه عمرانی این استان 150 میلیون دلار نیست و ظرف 2 سال 1.5 میلیارد دلار فولاد، ورق، انواع مختلف امکانات میلیگرد و وزارت دفاع، سپاه قدس و خود سپاه و نهادهای تابعه گرفتن، یه ریال هم بعد نگردید. شما